با سلام خدمت دوستان، توی این درس میخوایم در مورد ویگن صحبت بکنیم. مثلا میگیم وقوم ویزو وست هاب یا وست ویگن، چرا این کار رو میکنیم؟ میگیم مثلا به خاطر دخترم، به خاطر پدرم. این مبحث بر مبنای شریط پولوس نوی فونف به انس لکسیون فیر تایل به هست. خب اول مکالمه رو با هم دیگه گوش بدیم. Arbeit. Wegen meiner Arbeit. Und jetzt sie. Warum ziehst du nach Leipzig? Arbeit. Wegen meiner Arbeit. Warum ziehst du nach Dresden? Partner. Wegen meines Partners. Warum ziehst du nach Köln? Tochter. Wegen meiner Tochter. Warum ziehst du nach Berlin? Beruf. Wegen meines Berufs. Warum ziehst du nach München? Eltern. Wegen meiner Eltern. Warum ziehst du nach Hamburg? Familie. Wegen meiner Familie. خب میگه وقوم تیستو ناخ لایپسیگ، چرا به لایپسیگ میرید؟ یعنی چرا به لایپسیگ اسباب کشی میکنید؟ میگه ویگن ماینا آغبایت، به خاطر کارم. ویگن ماینا آغبایت، تکرار کنید، ویگن ماینا آغبایت. وقوم تیستو ناخ درستن، چرا به درستن میری؟ ویگن ماینس پارتنرز، به خاطر شریک زندگیم. Wegen meines Partners. Wegen meines Partners. Warum ziehst du nach Köln? چرا به کل میری؟ به کل اسباب کشی میکنی؟ میگه Wegen meiner Tochter. به خاطر دخترم. Wegen meiner Tochter. Wegen meiner تخته. دوستان دقت کنین، میگه wegen meiner Arbeit. Meiner Arbeit. Arbeit حرف تعریفش دیه. میگه meines Partners، به خاطر شریک زندگیم. Partner یا پارتنر به انگلیسی یعنی شریک، که حرف تعریفش دره و این شده wegen meines Partners. حالا اینجا دوباره تختا حرف تعریفمون دیه شده ماینا تختا، بگن ماینا تختا. خب بعدی میگه وقوم تیستو ناخ برلین، چرا به برلین میری؟ میگه وگن ماینس بغوفز، به خاطر شغلم. وگن ماینس بغوفز، به خاطر شغلم. وگن ماینس بغوفز. میگه وقوم تیستو ناخ مونشن، چرا به مونیخ میری؟ میگه wegen meiner Eltern، به خاطر پدر مادرم. wegen meiner Eltern، تکرار کنید، wegen meiner Eltern. حالا میگه وقوم تیستو ناخ هامبورگ، چرا به هامبورگ میری؟ میگه wegen meiner Familie، به خاطر خانوادم. Wegen meiner Familie. Wegen meiner Familie. خب اینجا رو هم دقت کنین، بروف یا بروف حرف تعریفش دره، اینجا شده wegen meines Berufs.
Eltern die شده wegen meiner Eltern فامیلیه حرف تعریفش die wegen meiner فامیلیه خب ما wegen وقتی که میخوایم wegen استفاده کنیم یه کوچولو گرامر بگیم داتیو، آکوزاتیو و الان جدید گنتیو داریم توی فارسی معادلش مثلا میشه مثل در خونه وقتی که شما دوتا اسم خب به هم اضافه میکنین این دوتا میاد حالت گنتیو تشکیل میده مثلا بستر رودخونه در یخچال یا کفش مثلا کفش مادرم خب که اینجا اون ای که ما تو فارسی تلفظ میکنیم مثلا میگیم کفش مادرم و میشه گنتیف بعد از یه سری از حروف خودتون میدونید آکوزاتیف میاریم بعضی ها رو داتیو میاریم مثلا بعد از ناخ حتما میدونیم داتیو باید بیاریم بعد از ویگن حتما باید گنتیو بیاریم خب گنتیو چی میگه؟ میگه ویگن ماینس بغوفس اگه بغوف در باشه حرف تعریف در باشه این وقتی میخواد گنتیو بشه اسم اولت که میتونه ضمیرم بشینه اس میگیره و اسم دومت حتما اس میگیره خب میشه wegen meines Berufs حالا پرکتیکوم داس هست میشه meines Praktikums wegen meines Praktikums حالا Arbeit حرف تعریفش دیه خب میشه wegen meiner Arbeit اینترویو یعنی مصاحبه کلمه انگلیسیه با اس جمع بسته شده اینترویوز خب باز اینم میشه wegen meiner interviews پس تو گنتیو قانون ما ساده هست اگر دی باشه که این میتونه دی فمینین باشه یا دی جمع باشه میشه ار میگیره حرف اول کلمه اولمون meiner خب اگر که داس باشه یا در باشه میشه ماینس و خود اون کلمه هم اس میگیره مثلا میگه وقوم هابنزی دویچ گلند چرا آلمانی یاد گرفتی؟ اومده میگه به خاطر بچه هام خب دقت کنیم به خاطر بچه هام کیندا حرف تعریفمون چی هست؟ دره پس میشه wegen meiner Kinder خب اگه کیند بود حرف تعریفش اس بود یعنی به خاطر بچم میشد wegen meines Kindes خب دوستان امیدوارم که از ویدیوهای ما خوشتون اومده باشه لطفاً لایک کنید یا فالو بکنید و هر نقطه نظری هم دارین بفرمایین با تشکر